دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. تو این جلسه میخوایم با هم دیگه یک مثال از مفصل لگاریتم حل بکنیم. مثالمون اینه که از ما پرسیدن دامنه و برد تابع لگاریتم x در مبنای a رو پیدا بکنیم. برای اینکه من دامنه و برد رو پیدا بکنم و در واقع دامنه و برد پیدا کردم معادله اینه که محدوده y و محدوده x رو پیدا بکنم، میام از معادله نمایی تابع لگاریتم حل میکنم استفاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی که یاد گرفتیم که اگر داشته باشیم y برابر با لوگ x در مبنای 10، این دقیقا برابر اینه که بگیم 10 به توان y برابر x. پس من برای اینکه بخوام محدوده y و x رو پیدا بکنم، باید ببینم 10 میتونه به توان چه عددهایی برسه و به ازای اون چه عددهایی میتونه تولید بکنه. اولین سوالی که از خودم میپرسم y یعنی توان 10 چه عددی میتونه باشه؟ آیا محدودیتی برای عددی که توان 10 قرار میگیره وجود داره؟ تا اونجایی که من میدونم نه. بس جواب من به این سوال اینه که y 10 میتونه به توان هر عددی برسه. پس y میتونه هر عددی باشه. پس y رو میتونیم عضوی از بازه منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت تعریف کنیم. پس این دقیقا معادله اینه که بگیم y هر عددی میتونه باشه. حالا به ازای y که از بازه منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت تعریف شده، x چه مقداری باید داشته باشه؟ x چه مقداری خواهد داشت؟ این سوالی مقدار چالش برانگیزه. ببینید چالش برانگیزه، سخت نیست. برای جواب دادن به این سوال من میام یک جدول میکشم. جدولم هم دو تا ستون داره. ستون اولم ستون y و ستون دومم x که برابر با 10 به توان y. من میگم y اگه یک عدد منفی خیلی بزرگ باشه، یعنی در عددی باشه نزدیک به منفی بی نهایت، اون موقع میخوام ببینم x چه مقداری پیدا میکنه. اگر y یک عددی نزدیک به منفی بی نهایت باشه، اون موقع x برابر میشه با 10 به توان یک عدد خیلی کوچیک منفی. عدد منفی بی نهایت، منفی بی نهایت چون عدد منفی به قدر مطلقش بزرگه، در کل خود عدد خیلی کوچیکه. وقتی که 10 به توان یه عددی نزدیک منفی بی نهایت برسه، معادله اینه که 1/10 به یک توان به توان عدد مثبت خیلی بزرگی برسه. و این معادله اینه که 1/10 به تعداد دفعات زیاد ضرب در خودش بشه. وقتی که 1/10 به تعداد دفعات زیاد ضرب در خودش بشه، حاصل یه عدد خیلی کوچیک میشه، عددی که تقریبا نزدیک به صفره. خب پس بنابراین وقتی که y عدد خیلی منفی باشه، x مون که برابر با 10 به توان y عددی میشه خیلی کوچیک و نزدیک به صفر. حالا همینجوری اگر از سمت منفی بی نهایت به سمت صفر حرکت بکنیم، چه اتفاقی میافته؟ به ازای تغییر y x ها چه تغییر میکنه؟ فرض بکنید که y بم باشه مثلا منفی 6، چه اتفاقی میافته؟ x برابر میشه با 10 به توان منفی 6 که برابر با 1/10 به توان 6 که برابر میشه با 1,000,000. امیدوارم همه صفرا رو گذاشته باشه. حالا اگر y‌مون منفی 1 بشه چه اتفاقی میفته؟ x‌مون برابر میشه با 10 به توان منفی 1 که میشه 1/10 به توان 1 که میشه 1/10. اگر y‌مون 0 باشه، x‌مون میشه 10 به توان 0 که برابر میشه با 1. حالا اگر y‌مون مثبت بشه، عددی مثل 1 بشه، چه اتفاقی میفته؟ x میشه 10 به توان 1 که برابر میشه با 10. اگر y‌مون بزرگتر بشه همینطوری و عددی مثل 6 بشه، چه اتفاقی میفته؟ x‌مون میشه 10 به توان 6 که برابر با 1,000,000 این بار. و حالا همینجوری اگر y بزرگ و بزرگتر میشه بشه، x چه تغییراتی میکنه؟ من میگم اگر y یک عدد بزرگ خیلی، یه عدد مثبت خیلی بزرگ بشه، عددی تقریبا نزدیک به مثبت بی نهایت، اتفاقی که میافته عدد x برابر میشه با 10 به توان یه عدد خیلی بزرگ. وقتی 10 به توان یه عدد خیلی بزرگ برسه، این معادل اینه که 10 به مراتب به تعداد دفعات زیاد ضرب در خودش بشه. حاصل این ضرب برابر یه عدد مثبت خیلی بزرگ میشه، عددی که ما با مثبت بی نهایت نشونش بدیم. پس میبینید که به ازای تغییرات y از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت، بر اساس جدولمون x از 0 تا مثبت بی نهایت تغییر کرد. پس در نتیجه جواب من اینه که وقتی که y عضو
منفی بی بازه منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت باشه بر اساس رابطه 10 به توان y برابر x، آنگاه x هم عضو بازه 0 تا مثبت بی نهایت. آیا راه حل دیگه ای هم وجود داشت که ما به این نتیجه برسیم؟ بله، ما میتونستیم از نمودار تابع لگاریتمی هم استفاده بکنیم. نمودار تابع لگاریتمی رو هم من اینجا میکشم تا ببینیم که چجوری از روی نمودار تابع لگاریتمی ما میتونستیم همین نتایج رو بگیریم. اگه یادتون باشه شکل تقریبی تابع لگاریتمی به این صورت بود. از منفی بی نهایت شروع میشد. ببخشید بچه ها من خطم اومد عوض بکنم. از منفی بی نهایت شروع میشد، تو نقطه x برابر 1 محور x ها رو قطع میکرد و همینجوری بزرگ و بزرگتر میشد. این شکل تقریبی تابع y برابر با لوگ x در مبنای 10، لوگاریتم x در مبنای 10. خب از روی نمودارم شما میتونید ببینید که x هامون از صفر تا مثبت بی نهایت هم، ولی خود صفر رو شامل نمیشن، چون این تابع هر چقدر x ها کوچکتر بشن، هر چقدر x ها کوچکتر بشن به صفر نزدیکتر میشه، اما هیچ موقع برابر صفر نمیشه. و همینطور که میبینید، پس گفتیم x از صفر تا مثبت بی نهایت، و همینطور که از روی شکل میبینید y هم از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت رو شامل میشن. بذارید من یادمه تو دوره دبیرستان معلمی داشتیم که از همون میخواست همیشه نمودارم رو درست بکشم، یعنی مشخص بکنم که این محور y هاست و این هم محور x ها. پس از روی نمودار لگاریتم x در مبنای 10 هم ما میتونستیم نتیجه بگیریم که x هامون یعنی ورودی های تابمون از صفر تا مثبت بی نهایت هن و خروجی هامون به ازای x های از صفر تا مثبت بی نهایت، y های از منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت هن. خب بچه ها این هم یه مثال بود از تعیین دامنه و برد یک تابع لگاریتمی. مرسی که تو این جلسه با من بودید. فعلا خدافظ. دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. همچنان جلسات لگاریتممون ادامه داره. اسم جلسه‌مون هست لگاریتم و عدد 1. علت اسم‌گذاریمون هم اینه که می‌خوایم یه شرطی که توی تعریف لگاریتم وجود داشت و دقیق‌تر بررسیش نکردیم رو این جلسه دقیق‌تر بررسی کنیم. اون شرط چی بود؟ اول بذارید یک مرور کلی داشته باشیم. توی جلسات اول لگاریتم گفتیم که اگر تابع نمایی به این صورت داشته باشیم که f(x) برابر با a به توان x به قسمی که a بزرگتر از 0 و آ مخالف یک باشه، آنگاه تابع معکوسی برای تابع fx تعریف میکنیم از این قرار که این تابع معکوس برابر میشه با تابع لگاریتم x در مبنای a. ولی توی جلسات قبل دقیق بررسی نکردیم که این شرط مخالف یک اصلا چرا تعریف شده، برای چیه، حکمتش چیه. توی این جلسه میخواییم دلیل تعریف این شرط رو با همدیگه بررسی بکنیم. برای اینکه دلیل رو کشف بکنیم، اول از همه فرض میکنیم که ما واقعا یه تابع لگاریتمی داشته باشیم. واقعا که نه، ما به صورت فرضی تابع لگاریتمی داشته باشیم که مبناش یک باشه، به این صورت در واقع که y برابر با لگاریتم x در مبنای یک. گفتیم که وقتی که اینجوری مینویسیم، این دقیقا معادل اینه که بگیم، در واقع معناش اینه که اگر یک به توان y برسه برابر میشه با x. و ما میدونیم یک به توان هر عددی که برسه حاصلش همون یک میشه. پس اینجا مستقل از این که y چه مقداری داره، x برابر با یک. حالا تعبیر این که x مستقل از این که y چه مقداری داره برابر یک، این میشه که ورودی تابع لگاریتم ما وقتی که مبناش یک فقط میتونه یک باشه، ولی ورودیش که فقط میتونه یک باشه، خروجیش میتونه هر عددی باشه. چرا؟ چون اینجا گفتیم y میتونه هر عددی باشه، y همون خروجی های تابع لگاریتممونن، میتونن هر عددی باشن، ولی یک به توان هر عددی برسه باز همون یک میشه. در نتیجه x مون یعنی ورودی تابع لگاریتممون فقط میتونه یک باشه. خب یه مقدار بحث برانگیز شد، تابعی که ورودیش فقط میتونه یک مقدار باشه ولی خروجش میتونه مقدارهای مختلف باشه. من اصلا میگم که بچه‌ها این تابع نیست، امکان نداره یه تابعی ما داشته باشیم که ورودیش یه عدد فقط بتونه باشه ولی خروجیش بتونه مقدارهای مختلف داشته باشه. این اصلا مخالف تعبیر تابع است. ولی نمودارش هم میکشم تا به صورت محکم تری بهمون ثابت بشه که چرا این مخالف تعبیر تابع است. و
بچه ببخشید من این جلسه خطم یه مقدار بدتر شده چون این مقدار دستم درد میکنه. نمیگم خطم بد شده، میگم بدتر شده. صداقت دارم با خودم لاغه. خب گفتیم که ورودی تابع لگاریتممون فقط میتونه یک باشه در صورتی که مبداش یک باشه، اما خروجیش میتونه اعداد مختلف باشه. در واقع به عبارتی ما شکلمون به نمودارمون به این صورت در میاد اگر تابع لگاریتمی داشته باشیم که مبناش برابر با یک باشه. قرار بود این خط عمود باشه، تقریبا عمودم است. چه اتفاقی افتاد؟ نمودار تابع لگاریتمی که مبناش یک باشه یک خط موازی محور ایگره کاش. خب حالا من میگم که اصلا نمودارمون، این نمودار نمودار یک تابع نمیتونه باشه، چون اگه یادتون باشه توی مبحث تابع گفتیم که یک ورودی یک رابطه در صورتی تابع است که اون به ازای هر ورودی تنها یک خروجی تولید بشه. و این تعبیر نمود تعبیر مصور یا تعبیر نموداریشی میشد که شما اگر خطی موازی محور ایگرگ ها بکشید اون نمودار تابمون رو فقط توی یه نقطه قطع کنه. حالا من اگر اینجا خطی موازی محور ایگرگ ها بکشم در نقطه ایکس برابر با یک، چه اتفاقی میفته؟ دقیقا اون خط میفته روی نمودار تابمون، یعنی اونو در بی نهایت نقطه قطع میکنه. پس از روی نمودارم میتونیم تشخیص بدیم که این تابع این رابطه در واقع تابع نیست. این رابطه ای که لگاریتم بر مبنای یک باشه ما فرض کردیم وجود داره، حتی اگه وجود داشته باشه تابع نیست. پس اصلا ما نمیتونیم بگیم که این لگاریتم بر مبنای یک معکوس یک تابع نمایی بوده. در واقع علت این شرط هم این بوده، علت این شرط از اینجا اومده که اگر مبنامون یک باشه آنگاه رابطه لگاریتمی که به دست میاریم مثلا رابطه یک تابع نیست و ما هدفمون این بود که تابع لگاریتمی تعریف کنیم تو این جلسه. پس چی شد؟ دقیقا ما یک رو به این علت گذاشتیم که آ مخالف یک باشه، چون به ازای آ برابر یک رابطه لگاریتم اصلا رابطه یک تابع نیستش. ما یه بررسی خیلی کوتاه نبود، یک بررسی مختصری از این بود که چرا شرط آ مخالف یک رو برای تعریف لگاریتم در نظر گرفتیم. مرسی که تو این جلسه با من بودید. فعلا خدافظ.